همکارم کامران ملکپور از ونکوور با ماست با جزئیات بیشتر در مورد این پرونده. فردا جان سلام به شما و مخاطبان 24. در مورد آقای فیروز روح الله فیروزنام، من چون اسم شرکتشون در گزارش گلوبال نیوز نیومده، اما طبق اسنادی که در دادگاه موجود هستش اسم شرکتشون شهر ارتباط شیراز بوده. سه تن از اعضای هیئت مدیرشون طبق مدارکی که سیستم‌های امنیتی کانادا به دادگاه ارائه کردن عضو وزارت اطلاعات بودند. فعالیت این شرکت‌ها در مورد نصب دوربین‌های امنیتی در مراکز اطلاعاتی، مراکز پلیس و زندان‌های استان فارس بوده. سال‌ها به این فعالیت مشغول بودند. آقای فیروزنام در سال 2018 به همراه خانواده به ترکیه، به سفارت کانادا در ترکیه مراجعه می‌کنه، اونجا درخواست ویزای توریستی می‌کنه. در علت سفر ازش می‌پرسن چرا می‌خواد بری کانادا، میگه برای گردش. بعد زمانی که ایشون میاد اینجا درخواست تبدیل وضعیت توریستیش به اقامت دائم میکنه که از اونجا درگیری با سیستم مهاجرت آغاز میشه. و یکی از مسائلی که مطرح شده این هستش که دفاعیات آقای فیروزنام هست، چون آقای فیروزنام در چند مرحله درخواست اقامتش در کانادا مردود شده و نهایتا در ابتدای سال 2023 دستور دیپورت ایشون صادر شده که میدونیم که دو هفته قبل ایشون آخرین شانسی که داشته که دفاع کنه از خودش رو فایل کرده به دادگاه. در مراحل مختلفی ایشون از خودش دفاعیات مختلف انجام داده. در IRB، همون جایی که قرار هست مقامات جمهوری اسلامی همون 10 نفر هم به اونجا ارجاع شدن که باید از خودشون دفاع کنن، ایمیگریشن ریفیوجی بورد، اونجا کمیسیون پناهندگان و مهاجران، در اونجا دفاع میکنه که من اگر تحت تعقیب قرار بگیرم من اگر برگردم به ایران تحت تعقیب خواهم بود و جونم در خطر هست. موضوعی که بعدها در مراحل مختلف دوبار در IRB و بعد در دادگاه فدرال کانادا مردود اعلام میشه و اعلام میشه که آقای فیروزنام حقیقت رو در مورد بازگشتش به ایران نمیگه. در یه مرحله بعدی وقتی مراحل دادگاه پیش میره ایشون ادعا میکنه که اطلاعی از این که شرکاش چه شغلی داشتن و چه فعالیت‌هایی داشتن نداشته که این رو هم دادگاه رد میکنه. بعضی از شرکای ایشون همونطور که گفتی در یه شرکتی که مربوط به انرژی های خورشیدی هست، به جز شرکت شهر ارتباط شیراز، ایشون با سردار نژاد یکی از فرماندهان عالی رتبه سپاه پاسداران شریک بوده و دادگاه قبول نکرده که یه کسی در ایران با ایشون شریک باشه و ندونه شغل این فرد چی بوده. به هر حال آقای فیروزنام به هیچ تماسی پاسخ نمیده و گلوبال نیوز هم اعلام کرده که نمیدونه ایشون در داخل خاک کانادا هست یا کانادا رو ترک کرده. من این رو اضافه کنم که موضوع آقای فیروزنام ربطی به اون 10 نفر مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی که 9 نفرشون در حال حاضر در خاک کانادا هستند و پروندهشون به تازگی توسط آژانس امنیت مرزی کانادا به IRB ارجاع شده نداره. ایشون پروسش از چند سال قبل شروع شده. بیشتر به نظر میرسه زمانی که برای تغییر ویزای توریستیشون به اقامت اقدام کرده، در سکیوریتی چک متوجه سوابق ایشون شدن و سیستم امنیتی کانادا اطلاع رسانی کرده به سیستم مهاجرتی و پرونده دیپورت ایشون از اونجا آغاز شده. ممنونم از شما کامران ملکپور، همکارم از ونکوور کانادا.